سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. هفته گذشته نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و احتمال دیدار حسن روحانی و باراک اوباما در کانون توجه رسانه‌های خبری قرار داشت. به دلیل اهمیت سخنرانی‌ها، دیدارها و مصاحبه‌های صورت گرفته در این اجلاس، برنامه این هفته را به تحولات 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اختصاص دادیم. نخست گزارشی داریم از خبرنگارمون احمد باطبی از نیویورک و سپس گفتگویی داریم با دو مهمان برنامه، آقایان حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد و محمد رضا حیدری دیپلمات سابق و عضو کمپین سفارت سبز از نروژ، و به بررسی و تحلیل اظهارات مطرح شده در سخنرانی‌های حسن روحانی و باراک اوباما خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای حضور در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه آن به نیویورک رفت و علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی که بازتاب‌های بسیاری داشت، دیدارها و مصاحبه‌هایی با رسانه‌های عمده آمریکایی انجام داد. آقای روحانی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست بار دیگر تاکید کرد که اختیار کامل دارد تا مذاکرات هسته‌ای را به نتیجه برساند. واشنگتن پست نوشته است تحلیلگران میگویند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از موج فراگیر حمایت از سیاست‌های میانه‌روانه او غافلگیر شده و به او فرصت داده است که با غرب توافق برسد. احمد باطبی خبرنگار ما که برای پوشش 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، از واکنش‌ها به سخنرانی آقای روحانی میگوید و نگاهی دارد به مصاحبه‌های رئیس جمهور با رسانه‌های خارجی. واکنش‌ها در خصوص صحبت آقای روحانی به دو بخش تقسیم میشه: واکنش‌هایی که مقامات کشورهای مختلف در سازمان ملل متحد داشتند و واکنشی که رسانه‌های ایالات متحده و یا رسانه‌های بین‌المللی نسبت به صحبت‌های ایشون. برخی از مقامات مثل خانم اشت وزیر خارجه انگلستان صحبت کردن مورد مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشتند. عموم اظهار نظرها از طرف مقامات مختلف دنیا با خوشبینی همراه بود و با امیدواری نسبت به اینکه در آینده بشه به توافقات تازه‌ای رسید و یا به اصطلاح شرایط جدید و بهتری که مد نظر جامعه جهانی ایجاد کرد. اما در این حال در بین صحبت‌های این مقامات نوعی محافظه‌کاری و احتیاط دیپلماتیک هم دیده می‌شد. مثلا خانم کاترین اشتون وقتی که از ایشون سوال کردن در مورد جزئیات مذاکرات و یا در مورد اینکه آیا فشار جامعه جهانی و تحریم‌ها در خصوص ایران در آینده برداشته خواهد شد، ایشون حاضر به اصطلاح توضیحات بیشتر نشدن و گفتن ما در مورد جزئیات در آینده صحبت میکنیم. در رسانه‌های بین‌المللی هم این احتیاط و به اصطلاح محافظه‌کاری و عدم پذیرش 100% گفته‌های مقامات ایران وجود داره. عموم رسانه‌ها و همینطور مقامات جدا از اظهار نظر خوشبینانه این موضوع را مطرح می‌کنن که می‌بایست اول و رفتار به اصطلاح پرکتیکال هم عملگرایانه هم داشته باشه ایران و بعد از اون میشه گفت که این مذاکرات و یا این توافقات مفید بوده و ثمر بخش بوده یا خیر. اظهار نظرهای مقامات ایرانی در رسانه ها هم به اصطلاح دو برخورد رو ایجاد کرده. رسانه هایی که به جریان های راست در ایالات متحده و به اصطلاح جریانی که با یهودی ها و اسرائیل بیشتر رابطه دارن نزدیک بودن، صحبت های آقای روحانی رو به اصطلاح به شکل ویژه‌ای از صحبت آقای احمدی نژاد تلقی کردن. مثلا شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که یک شبکه نزدیک به جریان راست در ایالات متحده هست، گفته که صحبت های آقای روحانی فرق چندانی با صحبت های احمدی نژاد نداشته و درسته که آقای روحانی ژست اعتدال و دوری از افرادگرایی گرفته ولی در عمل به اسرائیل و منافع اسرائیل حمله کرده. در این حال هم رسانه‌های ملایم‌تر صحبت‌های روحانی رو نشانه نوعی انعطاف و قدرت
درگیری اعتدالگرایان در ایران تلقی کردند و ابراز خرسندی کردند از اینکه در آینده بشه مذاکرات رو در همین قالب اعتدال و دوری جستن از حساسیت‌هایی که در گذشته وجود داشت پیگیری بکنند. آقای روحانی با چند رسانه آمریکایی و بین‌المللی تا الان صحبت کرده، رسانه‌های مطرح در دنیا، و گفتگویی هم خواهد داشت در هتل خودش و یا در ساختمان سازمان ملل متحد دیگر رسانه‌ها. منتها تیم کار رسانه‌ای آقای روحانی رو انجام میده اعلام کرده که رسانه‌ها می‌بایست بیشتر ثبت نام بکنن و بعد از پذیرش به اصطلاح تقاضای اونها دعوتنامه‌ای ارسال میشه و رسانه‌ها میتونن وارد کنفرانس خبری بشن و سوال بپرسن. ما تقاضا دادیم برای اینکه بتونیم شرکت کنیم در این کنفرانس، ولی تا الان هیچ به اصطلاح پاسخی به ما داده نشده و به گمان اگر تا آخر روز ما نگیریم به اصطلاح دعوتنامه، بنابراین اجازه شرکت در کنفرانس رو نخواهیم داشت. اما محور صحبت‌هایی که آقای روحانی با رسانه‌های بین‌المللی کرده در مورد مسائل هسته‌ای ایران، آقای روحانی بارها تاکید کردن در صحبت‌هاشون که ایران به دنبال به دست آوردن سلاح هسته‌ای نیست، به دلیل اینکه این به اصطلاح سلاح‌ها هم خلاف اخلاق است و هم خلاف ارزش‌های دینی که به اصطلاح در آیین اسلام وجود داره. آقای روحانی در صحبت‌هاشون تاکید کردن برای اینکه کشورهای مختلف دنیا می‌بایست به قاعده بین‌المللی منع سلاح‌های اتمی ساخت و گسترش سلاح‌های اتمی بپیوندن. به طور مشخص در مورد اسرائیل صحبت کردن و گفتن که اسرائیل می‌بایست به عنوان تنها کشوری که در خاورمیانه هنوز به عضویت این معاهده بین‌المللی در نیامده به اصطلاح بپذیره و عضو بشه، این مورد رو در سخنرانی‌هاشون هم به اصطلاح اشاره کردن. آقای روحانی در مورد پیام صلح و دوستی و صلح طلبی مردم ایران در چند مصاحبه صحبت کردن و به طور مشخص در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN به زبان انگلیسی به درخواست خانم کریستین امانپور مصاحبه کننده این شبکه تلویزیونی گفتن که من حامل پیام دوستی مردم ایران برای مردم آمریکا هستم. آقای روحانی همینطور در خصوص اینکه باید مسئله هسته‌ای ایران با مذاکره در روزهای آتی به اصطلاح به نتیجه برسه صحبت کردند. روزنامه واشنگتن پست به اصطلاح مصاحبه‌ای داشتن و در اون مصاحبه گفتن که مسئله هسته‌ای ایران می‌بایست در یک فاصله زمانی مشخص 3 ماهه تا 6 ماهه به نتیجه برسه و گفتن که خودشون به عنوان مذاکره کننده تامل اختیار هستن، بعضی کافی اختیار دارن که بتونن در مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای تصمیم بگیرن و اون رو به نتیجه برسونن. واکنش هایی هم که به مصاحبت های آقای روحانی تا به الان از طرف رسانه ها صورت گرفته و به اصطلاح در موردش تحلیل کردن عموما خوشبینانه بوده و اعلام شده که به حال یک حضور کوتاهی که آقای روحانی در آمریکا داره زمان کافی نیست که 100% همه چی به نتیجه برسه و مسائل و مشکلات حل بشه. اما صحبت هایی که انجام شده، انعطافی که از طرف آمریکایی و طرف به اصطلاح ایرانی و نشان داده شده بخر روزهای آتی هم ماهای آتی هم این وضعیت ادامه پیدا کنه تا صورت بگیره. یک موردی هم من دیدم در نشریه هارولدس که یکی از به اصطلاح مقاله نویسای معتبر این نشریه تحلیل نوشته بود در خصوص دیدار انجام نشده بین آقای روحانی و آقای اوباما و گفته بود که حل مشکل ایران و مسئله هسته‌ایش در گرو مذاکره است، از جمله مذاکره با آمریکا، و گفته بود که هرچند این ملاقات صورت نگرفته اما در آینده به 3 دلیل ایران حتما با آمریکا ملاقات خواهد کرد و مذاکرات رو به صورت جدی‌تر و رو در روتر به پیگیری خواهد کرد. مورد اولی که مطرح کردن این که اعتدالگراها در ایران در حال قدرتگیری هستن و دولت ایران، حکومت ایران به این نتیجه رسیده که اعتدال جوابگوی حل مشکلات است. مورد دوم در مورد آقای اوباما صحبت کردن و گفتن که آقای اوباما در ماهای اخیر
و در لاغر سالهای اخیر مشکلی که داشتن در سیاست خارجی بود، موفقیت چندانی نداشتن و در کارنامه ایشون مسئلهی به نام ایران اگر مذاکره بشه و به اصطلاح حل بشه خیلی نقطه عطف خواهد بود. بنابراین آمریکا مایل است به اینکه هرچه سریعتر با ایران دیدار بکنه. و مورد آخری هم که ذکر کرده بودن این بود که طرفین چیزی برای از دست دادن ندارن و به این دلیل احتمال مذاکره در این شرایط خیلی بیشتر خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حالی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت که امیدواری ها و خوشبینی هایی برای احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا شکل گرفته بود. بسیاری که این سفر را فرصت تاریخی برای برداشتن گامی از سوی ایران و آمریکا در جهت برقراری رابطه و فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور می‌دانستند، از سخنرانی آقای روحانی سرخورده شدند و می‌گویند که نطق آقای روحانی برای خوشنودی تندروهای درون حاکمیت تنظیم شده بود و این سفر فرصتی بود که از دست رفت. اما از سوی دیگر نطق آقای روحانی با استقبال محافظه‌کاران درون حاکمیت مواجه شد که آن را هوشمندانه و از سر عقلانیت شیعه ارزیابی کردند. برخی نیز نطق آقای روحانی را کلیگویی و مبهم خواندند، نطقی که فرمت مشخصی نداشت و فهم جان کلام را برای غیر ایرانی ها مشکل کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داشتم با دو مهمان برنامه، آقایان حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم و محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز. از آنها پرسیدم تحلیل شما از نطق حسن روحانی و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل چیست و لحن دو رئیس جمهور را چگونه ارزیابی میکنید؟ همونطور که اطلاع دارید پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک از سوی مقامات دو کشور به طور تلویحی مطالبی بیان شده بود که گویا ملاقاتی بین آقای اوباما و آقای روحانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل قرار صورت بگیره. خب این خبر باعث یک نوع خوشبینی در بین افکار عمومی، لااقل بخشی از افکار عمومی مردم ایران و مردم امریکا شده بود و این انتظار می‌رفت که یک چنین اتفاقی بیفته. اما ما شاهد این بودیم که متاسفانه برخلاف این شایعه یا بیان این واقعیت به نوعی دیگر این اتفاق که نیفتاد که هیچ، بلکه آقای روحانی با برخوردهایی که یا رفتاری که در این اجلاس داشتن، عدم حضورشون در جمع هیئت نمایندگی ایران در هنگام سخنرانی آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین عدم شرکتشون در مهمانی که از طرف رئیس سازمان ملل برگزار شده بود که آقای اوباما و سایر رؤسای جمهوری کشورهای مختلف هم در اون شرکت داشتن، باعث شد که به نوعی اون دید خوشبینانه از درباره این ملاقات به نوعی از بین بره و در نتیجه هر دو رئیس جمهور ایران و امریکا در سخنان خودشون خیلی با احتیاط نسبت به سیاست‌های دو کشور در برابر هم دیگه موضع‌گیری کردند. به طور مثال آقای اوباما خواهان این بود که ایران طبق اون برحال ادعایی که در طی این ماهای اخیر داشته، به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی، اقدامات عملی رو در جهت رفع مشکلات و تیرگی هایی که بین امریکا و ایران وجود داره بردارن. خب که متاسفانه رفتار آقای روحانی این رو نشون نداد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و از سوی دیگر هم آقای روحانی اعلام کردن که مسئله ملاقات دو رئیس جمهور کشور ایران و امریکا با توجه به اینکه 35 سال روابط حسنه‌ای وجود نداشته و رابطه به اصطلاح به نوعی شاید بتونیم بگیم خصمانه وجود داشته، انجام رابطه به اصطلاح از رابطه نزدیک کار ساده‌ای نیست. بنابراین متاسفانه برخلاف انتظاری که میرفت هر دو رئیس جمهور موضع روشن و امیدوار کننده ای رو در قبال همدیگه نگرفتن. من فکر میکنم که آقای اوباما تا حدودی اون نرمش قهرمانانه ای که آقای خامنه ای مد نظرش بود و در گفتمان خودش رعایت کرد و بحث در واقع تغییر نظام جمهوری اسلامی رو ایشون منتفی دونست و از طرفی هم در واقع داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای رو برای ایران در کلام خودش در واقع مطرح کرد.
اما آقای روحانی باز با همون ادبیات جمهوری اسلامی که همواره از دنیا طلبکار هست اومد صحبت کرد و عملا با توجه به فضای خوشبینی که به وجود اومده بود، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باز به دنبال در واقع خرید زمانه و میتونست آقای روحانی از این فرصت بهتر استفاده کنه برای در واقع برقرار شدن یک رابطه معقول برای حل مشکلات بین دو کشور. آقای روحانی در نطق خود بیشترین تأکید را بر تحریم ها داشت و گفت که تحریم ها بیش از هر چیز مردم عادی را قربانی دعواهای سیاسی می کند. به نظر شما تا چه اندازه توانست جامعه جهانی را متوجه تحریم ها علیه ایران کند؟ قاعدتا اون چه که همگان به دنبالش بودن، به خصوص مردم داخل کشور که فکر میکردن رابطه بین ایران و آمریکا به سمت سوی خواهد رفت که دو رئیس جمهور دو کشور همدیگر رو در واقع میبینن و میتونه فتح بابی باشه برای اینکه مشکلات سریعتر حل بشه، خب عملا جواب خودشون نداد. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی به این نکته رسیده که باید برای حل مشکلاتش با آمریکا کنار بیاد و در صحبت آقای روحانی هم این نکته قابل تأمل بود که ایشون در واقع پذیرفته که بیاد و این مسئله رو حل کنه و در واقع دست به همون نرمش قهرمانانه‌ای که آقای خامنه‌ای گفتن بزنه. البته من معتقد نیستم که تحریم‌ها فقط بر روی مردم فشار آورده، که طبیعتاً یک واقعیت هست. با بلوکه کردن به اصطلاح منابع مالی حساب‌های بانکی مقامات ایران و همچنین شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و مصادره اموال دولتی در خارج از کشور به خصوص در آمریکا، از جمله همین ساختمان به اصطلاح بنیاد علوی که در نیویورک بود، نشانه های از این است که تحریم ها تونسته هم فشار بر روی مردم ایران ایجاد بکنه و هم بر روی مقامات حکومتی ایران. اما مسئله که در رابطه با تحریم ها باید آقای روحانی بدونن اینه که این تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بخشی از اونم توسط دولت امریکا بر اساس بحرانی که وجود داره انجام گرفته و دلیلش هم این استش که جمهوری اسلامی در طی سالهای اخیر برخلاف خواست سازمانهای بین المللی و قوانین بین المللی باعث شده که مسئله تحریم‌ها صورت بگیره. رعایت نکردن اصطلاح قوانینی که از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده برای مشخص کردن فعالیت‌های اتمی رژیم یکی از عوامل اصلی یا عامل اصلی این تحریم‌ها بوده و بنابراین تا زمانی که این مسائل به طور قانونی حل نشه و جمهوری اسلامی ایران نشون نده حسن نیت خودش رو در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای که داره، طبیعتاً این تحریم‌ها برداشته نمیشه. اینکه این فشارها بر روی مردم هست یا نیست، برحال که به طور واقعی هست، اما دلیل کافی برای رفع تحریم‌ها نیست. جمهوری اسلامی اگر به طور واقعی قصد رفع تحریم‌ها رو داره، میبایستی که به خواست بین المللی و خواستایی که از طریق سازمان ملل و شورای امنیت مطرح شده است در خصوص فعالیت‌های اتمی عمل بکنه. مسئله غنی‌سازی اورانیوم 20%، مسئله ایجاد تأسیسات جدید برای انجام فعالیت‌های هسته‌ای که همه اونها نشان دهنده به نوعی انجام فعالیت‌های غیرقانونی است، عامل این تحریم‌ها بوده و طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران میباید در رابطه با فعالیت‌هایی که در این عرصه داره تجدید نظر جدی بکنه تا این تحریم‌ها برداشته بشه. خب جامعه جهانی نسبت به تحریم ها که واقفه که چه اثراتی داره. این موضوعی بوده که جمهوری اسلامی همواره اونو تکذیب میکرد و در واقع بی اثر بودن تحریم ها رو همواره در سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی ما میشنیدیم. اما این که الان آقای روحانی در سازمان ملل بیاد و تریبون سازمان ملل اعلام کنه که تحریم ها بر ایران اثر گذاشته و خیلی هم روی این قضیه تاکید کرد، میتونه بار منفی برای خود ایشون داشته باشه با توجه به صحبت هایی که آقای خامنه ای مکرر کرده که تحریم ها رو در واقع بی اثر میدونسته و این نشون میده که این عزم جمهوری اسلامی برای حل مشکلات هسته‌ای برمیگرده به همین اثرات تحریم ها که جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف قرار داده. انتظارات افکار عمومی در ایران و آمریکا از سخنان باراک اوباما و حسن روحانی تا چه اندازه برآورده شد؟
به نظر من برآورده نشد، یعنی مردم ایران با توجه به اینکه هیچ وقت به اصطلاح رابطه خصمانه ای با نه مردم امریکا داشتن و نه با دولت های امریکایی و همیشه خواهان بهبود رابطه بودند با مقامات امریکا، یعنی با دولت های امریکا، دولت های امریکایی و همچنین مردم امریکا، برخلاف اون حکومت اسلامی ایران اینچنین عمل نکرد. بنابراین اتفاقی که افتاد و رفتاری که آقای روحانی برخلاف اون چیزی که قبل از سفرشون هم اعلام کرده بودن که با ماندات سیاسی کافی از سوی رهبر در این اجلاس شرکت میکنن و تصمیمات درست اونجا خواهند گرفت، با همین رفتاری که خدمتون عرض کردم، مسئله عدم حضورشون در هنگام سخنرانی آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و حتی عدم حضورشون در میهمانی که در سازمان ملل برگزار شده بود، کلن باعث ناامیدی شد برای افکار عمومی مردم ایران. و بی جهت هم نیست که چند ساعت بعد از سخنرانی آقای روحانی ما شاهد این هستیم که قیمت دلار در ایران بالاتر از 3000 تومان مجددا میرسه و خود این نشون دهنده به نوعی تزلزل و ناامیدی است که در جامعه پیش آمد در خصوص همین مسافرت و همین سیاستی که آقای روحانی از خودشون نشون دادن. از طرف دیگه مردم امریکا با توجه به نگرانی هایی که در خصوص رابطه امریکا با ایران دارن و میدونید که این رابطه به هر حال گاه تا مرز تهدید و تهدید جنگ احتمالی و اهمال خشونت پیش میره، طبیعتا انتظار داشتن که این ملاقات بتونه صورت بگیره، همون ملاقاتی که به صورت قوی شایعش وجود داشت و احتمال جنگ از بین بره. اما متاسفانه باز با رفتاری که آقای روحانی از خودشون نشون دادن، این امید رو در دل مردم امریکا از بین بردن و در نتیجه افکار عمومی مردم امریکا هم نمیتونن نسبت به این مسئله خوشبین باشه. من فکر میکنم منظور آقای اوباما همون سه محور اصلی سیاست‌های ایشون یا انتظار جامعه بین المللی و به ویژه دولت امریکا از ایران بر اساس به اصطلاح مشخص شدن فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران، مسئله عدم دخالت در امور بحران جنگی و نظامی که الان در منطقه وجود داره، به خصوص در رابطه با کشور سوریه و ارتباط با حزب الله لبنان و دخالت‌هایی که در امور داخلی کشور عراق صورت می‌گیره توسط گروه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران، نقش سپاه قدس، سپاه پاسداران در این بحران جنگی و نظامی که در منطقه به طور کلی وجود داره، و طبیعتاً مورد سوم مسئله نقض حقوق بشر در ایرانه. متاسفانه در هر این سه مورد ما شاهد اقدامات امیدوار کننده ای نیستیم، نه در رابطه با روشن شدن مسائل و اپاماتی که در رابطه با فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و نه در رابطه با عدم دخالت نیروهای نظامی و کمک های تسلیحاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به جریانات افراطی نظامی در منطقه. در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر، اتفاقی که در همین روزهای اخیر افتاد، مسئله آزاد کردن برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در کشورمون، همونطوری که شاهد هستیم اغلب اینا کسانی بودن که همه اینها کسانی بودن که دوران محکومیتشون به سر اومده بود و طبیعتاً باید آزاد می شدن و بعضی از اونها حتی با تأخیر از زندان آزاد شدن و طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاش کرد که این مسئله آزادی رو به نوعی در رابطه با مسئله رفع مشکلاتی که در خصوص نحوه برخورد با مخالفین و منتقدین در ایران وجود داره از طرف حکومت، اون رو تداعی بکنه و معرفی بکنه، و که طبیعتاً با توجه به اطلاعاتی که سازمان‌های حقوق بشر در خصوص دارن، این مسئله تعیین کننده نیست. و در مورد دو مورد دیگری هم که خدمتتون عرض کردم، یعنی رفع افهامات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم دخالت در امور مسئله مربوط به کشورهای منطقه، به ویژه جنگ در سوریه و درگیری‌هایی که به اصطلاح در منطقه وجود داره، باز اقدامات مشخص و روشن و قابل اعتمادی از سوی حکومت اسلامی ایران دیده نمیشه. بنابراین توقعات همچنان باقی خواهد بود.
قاعدتا اون چه که همگان به دنبالش بودن، به خصوص مردم داخل کشور که فکر میکردن رابطه بین ایران و آمریکا به سمت سوی خواهد رفت که دو رئیس جمهور دو کشور همدیگر رو در واقع میبینن و میتونه فتح بابی باشه برای اینکه مشکلات سریعتر حل بشه، خب عملا جواب خودشون نداد. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی به این نکته رسیده که باید برای حل مشکلاتش با آمریکا کنار بیاد و در صحبت آقای روحانی هم این نکته قابل تأمل بود که ایشون در واقع پذیرفته که بیاد و این مسئله رو حل کنه و در واقع دست به همون نرمش قهرمانانه‌ای که آقای خامنه‌ای گفتن بزنه. به رغم خوشبینی ها آقای روحانی در مراسم نهار حضور پیدا نکرد و دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا عملا منتفی شد. مخالفان گفتگو در ایران و آمریکا نسبت به آشتی زود هنگام دو کشور هشدار دادند. به نظر شما آیا می توان چشم اندازی برای روابط میان دو کشور در آینده نزدیک متصور بود؟ همطور که خودتونم اشاره کردید، مسئله احتمال مذاکره و گفتگو بین سران کشورهای ایران و امریکا از سالهای قبل، حتی از دوران آقای خاتمی هم به نوعی مطرح بود این مسئله و حتی در دوره دولت‌های آقای احمدی نژاد هم ایشون هم مخالفتی نمی‌کردن و می‌گفتن که به هر حال شرایطش رو اگر به وجود بیار بتونیم بیاریم، ما مخالفتی با مذاکره و گفتگو نداریم. ولی عملا ما می‌بینیم که تمام اینها در حد وعده است و هیچ اقدام مؤثری از سوی مقامات ایران برای انجام این کار صورت نمی‌گیره. اینکه به هر حال یه روزی شرایط اگر ایجاب بکنه که این ملاقات ضرورتی داشته باشه برای انجام این ملاقات، یک چیز کلی است و هیچ وقت تاریخ معینی براش تعیین نشده، در نظر گرفته نشده و اصولا زمین سازی های مثبتی هم برای انجام این کار شکل نگرفته. بنابراین با توجه به این وضعیتی که پیش اومده و با برخورد هایی که در همین روزهای اخیر ما شاهدش بودیم در نیویورک، هیچ روزنه‌ای به نظر من یا یک چشمانداز روشنی برای این که بتونن هر دو نمایندگان دو کشور با هم وارد یک گفتگوی دوستانه و صمیمانه برای رفع مشکلات و اختلافاتشون بشن نیستن. و ضمن اینکه شما به درستی اشاره کردید، در هر دو کشور مقامات و کسانی حضور دارن که با مواضع کاملا افراطی در برابر همدیگه سفارایی میکنن، یعنی وادار میکنن که دولت‌ها و حکومت های امریکا و ایران در برابر هم سفارایی بکنن و جوی رو که انتظار میرفت که بتونه به نوعی تقلیل پیدا بکنه و از تنش هایی که در این سال ها وجود داشته کاسته بشه، به وجود نیامد. و حتما اطلاع دارید که سنتن از نمایندگان جمهوری خواه امریکایی با انتشار بیانیه بار دیگر این مسئله رو مطرح کردن که هیچ امیدی نمیتوان به سیاست‌های ایران در رابطه با بهبود وضعیت و شرایطی که بین امریکا هست پیش بیاره. و از سوی دیگر هم مقامات نظامی و جامعه روحانیت ایران در همین یک روز گذشته مواضعی رو گرفتن مبنی بر این که امریکا دشمن ما هست و حتی تفسیرهایی که از نرمش قهرمانانه طرح سیاست‌هایی که اخیراً آقای خامنه‌ای اونو مطرح کرد، به اصطلاح تلاش کردن که بگوین این به هیچ عنوان به معنای سازش و کنار اومدن به امریکا نیست، بلکه نوعی از سیاست جمهوری اسلامی است یا ادامه سیاست های جمهوری اسلامی است که از روز نخست در رابطه با امریکا وجود داشته. و طبیعتا ما میدونیم سیاست 35 سال گذشته از آغاز از سوی حکومت اسلامی ایران در رابطه با امریکا هیچگاه سیاست دوستانه و آشتی جویانه ای نبوده. بنابراین متاسفانه باز میتونیم بگیم که چشماندازی برای بهبود این شرایط و این وضعیتی که اکنون ما شاهدش هستیم وجود نداره و دیده نمیشه. من فکر نمی کنم که در زمان کوتاه این رابطه بتونه در واقع خودش رو نشون بده، ولی اینکه شما فرمودید که آقای روحانی در مجلس ضیافت رئیس سازمان ملل شرکت نکرد، این در واقع دستوری بوده که از ایران صادر شده بوده و تندروهایی که در داخل ایران هستن، اگر مطبوعات دست راستی داخل ایران رو شما مشاهده کنید میبینید که به شدت به آقای روحانی و تیم ایشون تاختن و ایشون رو وادار کردن که یک موضع تدافعی پیدا کنه در داخل سازمان ملل و در این ضیافت شرکت نکنه و عملاً
آمریکایی ها آمادگی اینو داشتن که به صورت رو در رو اگر آقای اوباما و آقای روحانی مواجه بشن با همین قضیه رو در واقع اونها بتونن پوشش بدن، که خب طرف ایرانی این کار رو انجام نمیده. ولی همونجور که خود رئیس جمهور آمریکا هم گفت، این موضوع رابطه ایران آمریکا و مشکلات و مسائلی که اونها با هم داشتن دیوار بلند بی‌اعتمادی رو بین دو کشور ایجاد کرده که زمان میبره آنها در واقع فرو بریزه. از طرفی هم نباید غافل بشیم از کشورهایی که خواهان این هستن که ایران و آمریکا به هم نزدیک نشن، چون رابطه بین ایران و آمریکا میتونه برای اونها دردسرساز بشه و عملا خواهان این قضیه نیستن. اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که پیام ایران را شنیده و از فتوای آقای خامنه ای استقبال کرده، اما منتظر عمل است. گام‌های عملی که آمریکا از ایران انتظار دارد چیست؟ من فکر میکنم منظور آقای اوباما همون سه محور اصلی سیاست‌های ایشون یا انتظار جامعه بین المللی و به ویژه دولت امریکا از ایران بر اساس به اصطلاح مشخص شدن فعالیت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایرانه، مسئله عدم دخالت در امور بحران جنگی و نظامی که الان در منطقه وجود داره به خصوص در رابطه با کشور سوریه و ارتباط با حزب الله لبنان و دخالت‌هایی که در امور داخلی کشور عراق صورت می‌گیره توسط گروه‌های وابسته به حکومت اسلامی ایران، نقش سپاه قدس سپاه پاسداران در این بحران جنگی و نظامی که در منطقه به طور کلی وجود داره، و طبیعتاً مورد سوم مسئله نقض حقوق بشر در ایرانه. متاسفانه در هر این سه مورد ما شاهد اقدامات امیدوار کننده ای نیستیم، نه در رابطه با روشن شدن مسائل و اپاماتی که در رابطه با فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و نه در رابطه با عدم دخالت نیروهای نظامی و کمک های تسلیحاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به جریانات افراطی نظامی در منطقه. در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر، اتفاقی که در همین روزهای اخیر افتاد مسئله آزاد کردن برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در کشورمون، همونطوری که شاهد هستیم اغلب اینا کسانی بودن که همه اینها کسانی بودن که دوران محکومیتشون به سر اومده بود و طبیعتاً باید آزاد می‌شدن و بعضی از اونها حتی با تأخیر از زندان آزاد شدن، و طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاش کرد که این مسئله آزادی رو به نوعی در رابطه با مسئله رفع مشکلاتی که در خصوص نحوه برخورد با مخالفین و منتقدین در ایران وجود داره از طرف حکومت اون رو تداعی بکنه و معرفی بکنه، و که طبیعتاً با توجه به اطلاعاتی که سازمان‌های حقوق بشر در خصوص دارن این مسئله تعیین کننده نیست. و در مورد دو مورد دیگری هم که خدمتتون عرض کردم، یعنی رفع افهامات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم دخالت در امور مسئله مربوط به کشورهای منطقه به ویژه جنگ در سوریه و درگیری‌هایی که به اصطلاح در منطقه وجود داره، باز اقدامات مشخص و روشن و قابل اعتمادی از سوی حکومت اسلامی ایران دیده نمیشه. بنابراین توقعات همچنان باقی خواهد بود. گام های عملی اینه که ایران در واقع بیاد و فضای خودش رو در مقابل کارشناسان سازمان انرژی اتمی باز کنه و اجازه بده که اونها از مراکزی که بهش مشکوک هستن بازدید کنه و عملا ایران بپذیره که اون سقف غنی شدن اورانیوم رو کاهش بده. نکاتی هستش که عملا غربی ها مکررن از ایران خواستن، اما غافل نباید بشیم از این نکته که آقای اوباما و تیم ایشون هم اعتقاد داره که در مذهب شیعه خیلی راحت میتونن با گفتن این گونه مطالب و تقیه کردن فتوای رو برعکس کنن، و همون جوری که علمای قبلی هم گفتن حرام خدا رو حلال کنن یا حلال رو حرام کنن، کاری که در واقع در مذهب شیعه رواج داره و آقای خامنه ای هم از این قضیه مطلع. من فکر نمی کنم آقای اوباما و تیمش با گفتن این موضوع از سوی آقای خامنه ای بخوان راحت اونو بپذیرن. مهم اینه که در عمل جمهوری اسلامی چقدر اجازه بده اونها بتونن راحت در فضای داخل ایران دنبال اون مسائلی باشن که فکر میکنن ایران مخفی کاری کرده، و اگر این قضایا رو ایران بتونه پوشش بده اون موقع میتونن به حسن نیت کلام آقای خامنه ای اونها پی ببرن. با سپاس از همراهی شما با برنامه این هفته ایران و جهان در هفته ای که گذشت. این برنامه رو میتوانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.